گناهای مسلح پیش فین. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سرتیب دوم ستاد علی مهدوی، فرمانده میدان. با احترام تشریف فرمایی مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران را خیر مقدم عرض نموده، به استحضار میرساند یگانهای نمونه محمول ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت برگزاری مراسم رژه روز 29 فروردین ماه، ساروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان آماده. پا فین.
گوش به فرمان، ستون خودرویی و محموله ارتش جمهوری اسلامی ایران آماده. رانندگان سوار بر خودروها، خودروها آماده. چراغ‌ها روشن. برژه ستون به ستون، هر ستون به مسافت یک نماینده. آهنگ حرکت 10 کیلومتر. ستون یکم حرکت. این میدان رزمنامه طوفان سرشتانی است که آمدند تا در تجدید عهدی دوباره به امت علوی و فرمانده فاطمی سرشت خیش اطمینان دهند که سربازان شما در ارتش علوی همچون سالهای جنگ تحمیلی و دفاع از حرمین شریفین و مبارزه با جبهه تکفیری رخصت نمی دهند تا خصم زبون چشم برهم زند. به یادگار 1000 سرو گلبن کفن دانشجو، به یادگار 48000 سرو رشید واصل خورشید که در برابر تازیانه طوفان ایستادند و بر این رواق کبود نقش مهر و شهادت نگاشتند، به ویژه سپهبدهای اخلاص این سرزمین، آیین صیقل زده ایم و خانه دل را آراسته ایم. 29 فروردین آیینه بیزنگار رشادت مردانی است که سال هاست دست در دست حماسه و آزادگی به پیش می روند تا در سایه غیرت و تلاششان نسیم امنیت و آرامش بر پرچم غرور انگیز میهن بوزد. سلام ما به شهیدان، به این مردان آسمان نشین. سلام ما به سپهبدهای اخلاص. جوانان امروز ارتش بیرق مردانی که خورشید روزهای خاکستری دفاع بودند را در دست دارند و اینک جهان در قاب رسان بنگرد که در ساموزان مکتب مبارزه با تحریم شکستن قل و زنجیر وابستگی را به نیکی آموختند. سلام و درود ما به مردان غیرتمند این سرزمین، به دلیر مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، به آنها که در سالهای دفاع مقدس در تقابل گلو و گلوله حیثیت مرگ را به سخره گرفتند. شاهد مدعای شکستن قل و زنجیر وابستگی قدرت پهبادی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که از کویر کمبودها و تحریمها و تهدیدها گل آبرو در دشت داشتهای دفاعی کشور عزیزمان رویده است. شاهد عبور کمان 22 این پهباد راه بردی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم. اینک ایران سربلند با توانایی بومی طراحی تولید و به کارگیری انواع پهپادهای شناسایی رزمی و انهدامی به عنوان قدرت پهپادی شناخته می شود. پرچمدار قدرت پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پرنده بدون سرنشین کاملا بومی و برد بلند کمان 22 نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران است با قابلیت پرواز بیش از 24 ساعت و انجام انواع مأموریت‌های رزمی و پشتیبانی رزمی، هم از گشت و مراقبت هوایی، حمل و بهره برداری از انواع مهمات رزمی و دقیق هوا به هوا و هوا به زمین، محموله‌های جنگ الکترونیک و شناسایی الکترونیک و محموله‌های پشتیبانی به دست متخصصان و دانشمندان جوان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ساخته شده
تا کارشناسان جهان چاره‌ای جز اعتراف به تبدیل شدن ایران اسلامی به ابرقدرت پهبادی نداشته باشند. قدرت پهبادی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده نیروهای چهارگانه ارتش از انواع پهبادها از جمله پهبادهای راهبردی کمان 2212 کرار، کیان، سیمرغ، انواع مهاجر به ویژه پهباد راهبردی مهاجر 6، انواع عبیل، یسیر، صادق، حازم، امید و ناصر با قابلیت اجرایی عملیات برگ برنده ارتش جمهوری اسلامی ایران و قدرت تعیین کننده سرنوشت میدان نبرد است. بینندگان ارجمند، پرواز جنگنده های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به پیشتازی جنگنده تمام بومی و ایرانی کوثر مقدمه آسمانی برای نمایش اقتدار مردانی است که همرزمان ایشان در هواپیماهای ترابری تحسین و تقدیر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را برای پشتیبانی از جبهه مقاومت و کمک رسانی به مردم مظلوم و تحت محاصره در مراتب تقدیر در کارنامه خود دارند. ملت بزرگ ایران، طراحی، ساخت و بکارگیری انواع پهبادهای رزمی، شناسایی و انهدامی به ویژه پهبادهای مهاجر آرش در نیروهای زمانی، زمینی، پدافند، هوایی و دریایی با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ثابت کرد نخبگان دفاعی کشور به عنوان میراثداران خون گرم 48,000 شهید واصل خورشید، مردان فتح مرزهای میدانهای ناممکنند. بینندگان ارجمند، همزمان شاهد رژه دلیر مردان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل خلیج همیشه فارس هستیم. تنوع پهبادهای مورد استفاده در نیروهای مسلح نشان توانمندی بالقوه و بالفعل مهندسان و نخبگان حوزه‌های دفاعی در صنعت هوایی بوده و به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت دفاعی با روی کردی مبتنی بر بازدارندگی مؤثر می باشد. ملت بزرگ و شریف ایران شاهد عبور دستاوردهای نخبگان و جوانان همین مرز و بوم هستیم که در پنجه همت و غیرتشان زنجیرهای تحریم و تهدید را شکستند. پهباد چند منظوره اوابیل که همینک از کنار جایگاه می‌گذرد نشان این مدعاست. پهباد مهاجر، این پهباد نمونه توسعه یافته نسل پهباد مهاجر است. بینندگان ارجمند، یک بار دیگر شاهد عبور تیز پروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل جایگاه بودیم. این صدای تنین قرش هواپیما نبود، صدای فریاد ما میتوانیم بود. پهباد مهاجر توسط صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ساخته شده و قابلیت حمل موشک، انواع بمب‌ها، سامانه‌های جمع‌آوری و شناسایی را دارد و می‌تواند توسط نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی محوری، نیروی پدافند هوایی، نیروی هوایی الهی و نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرند. از ویژگی های بارز پرنده های بدون سرنشین ارتش جمهوری اسلامی ایران قیمت مناسب، برخورداری از سامانه های ناوبری و ارتباطی امن، قابلیت مقابله با اقدامات جنگ الکترونیک دشمن و تداوم و استمرار پروازی بالاست. تجهیزات و تسلیحاتی که ما را به جای امنیت اجاره‌ای به امنیت پایدار بومی رسانده است. الله اکبر، درود بر فرزندان غیرتمند این سرزمین.
نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران که شهیدان او شناسنامه شهامت آن است، با بهره‌گیری از گنج جنگ و خودباوری قله‌های بلند خودکفایی را فتح کرده است. تانک ذوالفقار نسل سه ایران تجهیز شده با پیشرفته ترین سامانهای زرهی موجود در دنیا، سمساب تانک بهینه سازی شده امشاست، مجهز به سیستم کنترل آتش و قابلیت تیراندازی علیه اهداف متحرک و ثابت. تیغ دشمن شکار نیروی زمینی قهرمان ارتش به سیقل باورهای دینی متخصصانش آب دیده تر از گذشته در ید اختیار ولایت و امت ولایی است. بنگرید شکوه و صلابت تسلیحات نظامی نیروی زمینی محوری را و نغمه اقتدار و امنیت ساز کنید. حضور غیرتمند نیروی زمینی محوری و قهرمان در این میدان دفتری از فخر و خاطرات را گشود. این طایفه مردانی است که در سنگرهای عزت و غیرت جنگیدند و تا آسمان پر کشیدند. بینندگان عزیز و ارجمند، شاهد و نظارگر تصاویر رژه دریایی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آبهای نیلگون خلیج فارس و دریای عمان هستید. حماسی ترین موج دریا ورود به دریا دلان می فرستد درود. وسعت کدامین دریا در قلب پرتنینتان نشسته است که اینسان مواجید و سربلند؟ دریا دلان صف شکن نیروهای مسلح متحد و منسجم در اطاعت از فرمان مولای خیش آمادند. جوانان غیور و مردان پرغرور ایران نگاه مصمم خود را در جای جای جهان به دستان فرمانده معظم کل قوا دوختند تا با اشارتی کاخ ظلم و ستم را بر سر مستکبران ویران سازند. نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران، خطی که از دفاع مقدس تا دفاع از حرم آل الله امتداد یافت، از شهید منفرد نیاکی و ذوالفقاری تا شهیدان ید اللهی منفرد ذوالفقار نسب و قوطاسلو، دست نیروی زمینی عطر آغاز انقلاب دارد و از انحنای سرخ گلوی شهید عشق باید نام نیروی زمینی ارتش را تلاوت کرد. آنان که لباس عشق در بر کردند، دل را پر پرواز میسر کردند. بینندگان عزیز و ارجمند، شاهد و ناظر رژه دریایی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستید. این آشنایان به خطه و خط خزر و خلیج جاودان پارس موج نشین همت خیشند. بنگرید و نظاره بنشینید. توانمندی های جوانان ایران زمین
در نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران. کارنامه درخشان نیروی زمینی محوری در عرصه مردم یاری و به ویژه در مبارزه با ویروس منحوس کرونا، علاوه بر احداث 5 بیمارستان تخصصی، 11 مرکز واکسیناسیون در اقصی نقاط ایران اسلامی مزین به نام مبارک 11 شهید مدافع سلامت است، چرا که ارتش هویتش مهر پیشاهنگی به پیشانی دارد و فدایی ملت است. این حامیان غیور وطن در میدان مردم یاری و همدلی صاحب قدمان اقدامند. موشک‌های نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی را به نظاره بنشینید. دست بلند و برتر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به گریبان دشمن متجاوز رسانده است. موشک لبیک، موشک 360، فتح و فاتحین نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران، موشک زمین به زمین نقطه زن لبیک، فتح 360، راکت موشک انداز کاتیوشا، راکت انداز موشک فجر 5، اینها همه دستاوردهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. همکنون شاهد رژه 51 فروند انواع بالگردهای هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل جایگاه هستیم. رونمایی از اولین سامانه جنگ الکترونیک در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به منظور مقابله با تهدیدات الکترونیکی دشمن، تجهیز بالگردهای هوانیروز به سامانه‌های دید در شب در نبرد شبانه، تجهیز سامانه‌های موشکی برد بلند به صورت هوشمند و پشتیبانی از نیروهای رزمی و زمینی در تحرکات آفندی و پدافندی. تاریخ انقلاب سرخط دفاع دلیرانه شیرودی و کشوری و وطنپورهای خود را به خاطر می آورد که برای پرنده شدن و رسیدن به آسمان قرب الهی سر از پا نشناختند. به خاطر می آورد حماسه هوانیروز در مرصاد را و از یاد نمی برد همراهی همواره بلند پروازان هوانیروز را که در امداد رسانی و مردم یاری و همراهی دولت برای خدمت رسانی به ملت آسین همت بالا زدند. و سماع ذات البروج که در نیروی پدافند هوایی سرزمین آزادگی، آسمان آزادگان، دیار آباد کربلاییان، حماسگاه مرزبانان هوایی ملک ایران، بلند پروازی های دشمن را از رفیع ترین بروج آسمانی پاسخ داده ایم. بینندگان عزیز و ارجمند سیمای جمهوری اسلامی ایران، همکنون نظارگر عبور یگان محمول و تجهیزات بومی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل جایگاه هستید. سلف این غیور مردان از نسل مردان بی ادعای 8 فصل جهاد عاشقی در دوران دفاع مقدس است. مردان و نامآورانی از تبار حماسه عاشورایی سایت رادار سوباشی، ولی یاوران بر مدار هوشیاری‌اند که فرماندهان وارثان ستاری‌اند. به نظاره باشید عبور سامانه راداری مراقبتی کاشف 99 را، چابک و متحرک با قابلیت کشف انواع ریزپرنده‌ها، سامانه موشکی صیاد، سامانه موشکی ارتفاع کم شهید مجید، سامانه دسفول،
اینان چشم انتظار دعای خیر شما ملت بصیر ایرانند. درود بر غیور مردان حواری روز، درود بر حماسه سرایان آسمان پاک آبی ایران اسلامی. عبور سامانه تجلی خود باور ما میتوانیم، سامانه باور 373 دشت و کوه و رمل ها بوسگاه گام ما، می هراسد دشمن از اقتدار نام ما، رمز مرصاد و تلاش حاصل دستان ما، 373 باور و ایمان ما، باور و ایمان ما. دوران بزد در رو تمام شده است، بزنید میخورید. همه بدانند زیر بار خلع سلاح موشکی نخواهیم رفت. از فرمایشات ارزنده سید جانباز سرافراز عشق، فرماندهی کل قوای عاشقان این مرز و بوم، سامانه موشکی تلاش، سامانه موشکی 15 خرداد پسیو جوشن و سامانه مرصاد تاکتیکی نیروی پدافند هوایی که همچون عقابی در کمین اهداف با ارتفاع متوسط است. درود بر این غیور مردان، درود بر پدافندیان، درود بر آسمانیان، درود بر حماسه سرایان. بینندگان عزیز و ارجمند، همزمان نظارگر عبور بالگردهای غرور آفرین و اقتدار محور هوانی روز ارتش جمهوری اسلامی ایران هستید. عبور رادار کاوش نیروی پدافند هوایی، نیروی پدافند هوایی، نیروی مرزبانان هوایی، نیروی اولویت اول، خط مقدم دفاع از حیثیت، موجودیت و آبروی کشور. به لسان مقام عظمای ولایت، با جمله واره ما میتوانیم مرز خودکفایی را در اوج قله های خود اتکایی قرار دادند. عبور سامانه کنترل توپخانه‌ای خاتم، سامانه متحرک آئل، سامانه الکترواپتیک صادق 3 و سامانه ارتباطی مفتاح. تجهیزات واکنش سریع اداری بهداشت و درمان نیروی پدافند هوایی با طب رزم همیشه در صحنه و آماده جانفشانی اند. کوه خیل و صف به صف، همدلیم و جان به کف، در نیروی پدافند هوایی مشق ما رزم‌آوری، درس ما درس شرف. هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مهد پرورش مالکان اشتر برومندی است که ذخیره های امیدند و ادامه دهندگان راه شهیدان والا مقامی چون ستاری، بابایی، یاسینی، دوران و اردستانی. فرزندان رشید ارتش در نیروی هوایی که در پیوستن به انقلاب تأسیس جهاد خودکفایی اولین پاسخ به تهاجم دشمن و پشتیبانی از جبهه‌های مقاومت پیش قراول و از سابقونند، با درک دقیق و عمیق از تهدیدات آینده، با اتکا به توان بومی و حرکت بر لبه دانش، خود را برای پاسخگویی به هر سطح و نوع آماده می‌کنند. بینندگان عزیز و ارجمند، شاهد عبور یگان محمول نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل جایگاه هستید. بمب هوشمند و نقطه زن قاصد، بمبی هوشمند و دقیق با سر جنگی 2000 پوندی و هدایت الکتروپتیکی، موشک هوشمند و نقطه زن قاصد 3، موشکی از خانواده موشک‌های کروز با قابلیت هدایت و کنترل بعد از شلیک و هدایت الکترونیکی و سر جنگی 1000 پوندی. نیروی
نیروی هوایی که بخشی از توان آن در عبور جنگنده ها و پرنده های بدون سرنشین این نیرو به نمایش درآمد، امروز با تجربه موفق و عملیات غیر متمرکز آماده جانفشانی است. امواج فتنه میرسد از هر طرف، ولی کشتی نوح را چه غم از ورطه بلاست. این انقلاب کشتی اولاد احمد است، این کور حیدر است که بر عرش ناخداست. ملت سرافراز ایران اسلامی، همینک دستهایمان را سایبان احترام میکنیم و به نظاره مینشینیم. رژه شکوهمند دریادلان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران را، اژدر بلفجر، اژدر فوق پیشرفته و تمام اتوماتیک زیر سطح به سطح با قابلیت پرتاب از زیر دریایی های کلاس قدیر نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران. خدا را شکر دریادل شدم، من شدم از نسل مردان تکاور. شود مواج دریای درونم چو میخوانم ز سربازان حیدر. زیر دریایی مرتوبه از سابحات 15 سامانه گسترده موشکی شامل 4 دستگاه سامانه پرتاب موشک و 1 دستگاه رادار با قابلیت کشف اهداف. با سپاس از توجه بینندگان ارجمند و ملت شریف ایران و میهمانان گرانقدر، آنچه در این رژه ملاحظه فرمودند گوشه ای از توانمندی های فرزندان شما در ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. به پایان آمد این دفتر. حکایت،